رضا مهربانی گرامی هستی؟ بله، الان هستم، رفتم یه جای چیز داشتم، صدام یعنی خط به اون صورت نداشتم. شما پرسش جناب آرش رو شنیدید؟ نه شوربختانه، میگم خطم قطع و وصل میشد ولی متوجه شدم ایشون یک گفتمانی رو در انداختن. اگر امکانش هست یک بازگویی دوباره داشته باشن که من در حد توانم شاید. آره جان، امکانش هست یک بار دیگه بفرمایید پرسش رو باز کنید. آره جان هستی با ما؟ بله، من صداتون رو نشدم، مجدد ممکنه بزرگواری بفرمایید؟ امکانش هستی سوالی که کردید یک بار بله، دیگه حتما، حتما. مهربانی نشنیده. دلیشش عرض ادب جناب رضا و سایر بزرگوارانی که به همون پیوستن. ببینید، یک راهکار طبیعتا نمیشه یک پروسیجر گذاشت و بگیم که خب همه از روی این پروسیجر بریم، دستورالعمل بریم. این خب میبینیم دوستانی که در مقابل نوع نگرش قرار دارن، حالا چه علاقه داشته باشن چه نداشته باشن، از هر جناحی که باشن، حتی میبینیم از چپ تا نمیدونم اصلاح طلب، با سیستم نوع نگرش و تفکری که ما داریم مخالف هست. حالا این میتونه به علت این باشه که اصلا تغییر دلشون نخواد، میتونه به این علت باشه که خب با جامعه میزبانی که در اون دارن زندگی میکنن ایران رو قیاس میگیرن و غیر ممکن میبینن، بعد دلایل دیگه. این یک راهی باید داشته باشه، چون من زندگیم الگوریتمه، یعنی مثلا برای هر کاری که میخوام انجام بدم یک الگوریتمی رو تشکیل میدم و بر اساس اون الگوریتم میرم. ممکنه که مثلا از نظر دوستان الگوریتم های مختلفی باشه، معرفی بکنید که بتونیم با اون روی کرد جلو بریم، بتونیم همسوشون بکنیم، حداقل به یک تفاهمی روی اون مفاهیم پایه برسیم، روی اون بیسمنت پایه هامون برسیم. بله، سپاسگزارم دوری دیگر بار به همه همازوران. البته گرامی، من شاید شخص مناسبی برای پاسخ دادن به این پرسش نباشم به دلایل متفاوت. من گمان میکنم که اینجا جناب دانیل استخر یا جناب بابک خسروی دوتنی هستن که در این ساعت در این استیج میتونن پاسخهای مناسب تر از منی بدن. البته نه اینکه من پاسخ نداشته باشم، من اندیشه خودم رو دارم و بازگو هم خواهم کرد چون تعارف ندارم که، اما پاسخی که من میدم خوشایند خیلی ها میتونه نباشه و هیچ اشکالی هم نداره، چون من برای خوشایند کسی سخن نمیگم، من در راستای در واقع اون نظریه‌ای که بر پایش بر ایرانگرایی هستش و در واقع گستره کردن فرهنگ ایران شهری سخن میگم و میدونم که راه دشواری هست و برای این دشواری ها من یک دستم هماره گفتم شمشیر ساسانی است، یک دستم هم قلم بزرگ مهر. اون دستی که در واقع شمشیر ساسانی دارم، اون شمشیر ساسانی هم دست چپم ها، دست راستم نیست. این شاید عنوانش یه مقداری چیز باشه، جالب باشه، قلم بزرگ مهر دست راستم هست، اما این شمشیری که دست من هست خوشایند خیلی ها نیست. حالا رضا مهربانی رادیکاله، رضا مهربانی توهین میکنه، این یاوه ها هم گاهن شنیده میشه از گوشه و کنار که خب اون اهمیتی هم به اون صورت نداره، ولی یعنی استدلال توهین میدونی چیه؟ استدلال توهین فوش خارمادر نیست. مثلا من میگم مثلا فلانی خائن هست یا فلان جرایان خیانت میکنه، این توهین به حساب میاد، قلم داده توهین داره. یعنی یا مثلا میگم یاوه‌گویی، خب خوششون نمیاد، میگم آقا توهین چرا میکنی. بگذاریم، بنابراین من شخص مناسبی شاید روی اکثریت در واقع اون یا اتفاق نظری که پادشاهی خواهان دارن نباشم، چون من در طیف پادشاهی خواهی من اقلیت هستم. خودم دوستان دقت فرمودید، من اکثریت نیستم در طیف پادشاهی خواهی، اقلیت هستم و به این هم افتخار میکنم به دلایل متفاوت. اما پاسخ من این هستش گرامی،
جناب شهرام مهرافروز یک اندیشمند ایرانیه، نمیدونم دوستان کیا بشناسنش یا نه، من این سخن رو از ایشون شنیدم، یعنی مرجع این سخن ایشون هست. یک روزی در چیز توی جمعی ایشون یک گفتمانی رو باز کردن، گفتمانی بسیار ستر درباره تخمه، تخم و تخمه در فرهنگ ایرانی، که خب ما میدونیم که ریشه تخم در فرهنگ ایرانی بسیار حائز اهمیت، یعنی شما وقتی که فرهنگ ایرانی رو به صورت یک مخروط نگاه میکنی، میری این اندیشه رو که در طول حداقل 14,000 سال شما خبر داریم، پیشترش رو خبر نداریم، میای پایین میرسی به یک تخم که از اون تخم مشی و مشیانه بیرون میان، از اون تخم سیمرغ بیرون میاد، از اون تخم هسته ایزدان بیرون میاد، از اون تخم راستی و درستی بیرون. این خیلی سترک هست، یعنی اصلا یک گفتمان عجیب غریبی در گرفت که بسیار لذت بخش بودش، ایشون عنوان کردن. و به جایی میرسه که این تخم ها رو ما نهایتا، این آرزوی منه، این خواست قلبی من برای آینده ایران زمین هست که این تخم ها روزی در کنار هم قرار بگیرن و یک خوشه زیبای انگور شیرازی رو به ما نشون بدن. ببینید، شما وقتی به خوشه نگاه میکنید، به یک خوشه، هر خوشه میتونه یک خوشه گل باشه، میتونه هر فرمی از یک خوشه باشه، یک خوشه گندم باشه، میتونه خوشه سنوبر باشه، میتونه خوشه انگور باشه. شما دانه های متفاوتی دارید که این دانه ها هر کدومشون یک خواست و خواستگاهی دارن و جدا از هم هم زیاد جالب به نظر نمی رسن. اما وقتی اینها میان در قالب یک خوشه قرار می گیرن، اون تخم ها در قالب یک خوشه قرار می گیره، شما از دیدنش لذت می بری، هوس می کنی بچشیش، مزش بکنی و اون زیبایی یا اون شعف درونی که به شما دست میده، خردت رو جلا میده، اینطوری میشه گفت. من خواست و آرزوم برای آینده ایران و خوشه هستش، دقت فرمودی، که از تخمهای متفاوتی در واقع سرچشمه میگیره، رویش پیدا میکنه و اینها به مانند یک تانگوی زیبای عاشقانه در همایش خردگرایان به گرد همدیگه جمع میشن و به اون خوشه میرسن. من نگاه و آرزوی قلبیم اون هست و در این راستا تلاش میکنم. اما اگر بخوایم، این آینده ایران هست، من یه همچین چیزی در ذهنم هستش و ما میبینیم که ما این تخم های بسیار زیاد هم داریم. ببینید، ما تخم اندیشه سیمرغی داریم، آیین سیمرغی، تخم اندیشه خوری یا خوروی داریم، آیین خورشیدی داریم، ما تخم زیبای زروانی داریم، ما تخمهای بسیاری از اندیشه در این گستره پهناور ایران زمین داریم که اینها نه اینکه همدیگر رو رد نکردن هیچگاه، بلکه در کنار همدیگه اون خوشه زیبای فرهنگ ایران شهری رو به وجود آوردن. ما ایزدانمون هماره در کنار هم مکمل هم بودن، ما ایزدانمون همدیگر رو رد نکردن. پیامبران ایرانی یا اون پیامبر ایرانی اشوزرتشت اسپنتمان، اشوزرتشت بزرگ، زمانی که اومد در واقع اون خردگرایی رو یک ساختار بسیار زیبایی بهش داد و این رو همون اون چیزی که شما امروز الگوریتم ازش یاد میکنید، الگوریتمیش کرد اندیشه ایرانی رو، نیمد ایزدانه پیش از خودش رو رد بکنه، نقض بکنه، از بین ببرتشون، اومد اینها رو در یک نظم بسیار زیاد زیبا، این تخمه ها رو کنار هم گذاشت، این ایزدان رو کنار هم گذاشت و تبلور اینها رو در اهورامزدا معرفی کردش و ما میبینیم که این ایزدان چه تانگوی زیبایی رو از یک دیالکتیک بی‌نظیر ایرانی معرفی میکنن
و اینها در کنار هم قرار میگیرن، فصول رو نشون میدن، فلسفه های ایرانی رو نشون میدن و مکمل هم دیگه هستن. این بحث خوشه، بحث توخ و بحث خوشه به اینجا ختم میشه. دقت فرمودی؟ برای همین آینده‌ای که من از ایران زمین در نگرم هست، آرزوم هست، خواستم هست، این چنین هستش و کم هم نداریم از چنین تخمایی. ما به مانند مذاهب سامی یا ابراهیمی نبودیم که تمام ایزدانشون بیان، یهوه میاد زئوس رو گردن میزنه، نمیدونم روح القدس میاد، گاد میاد یهوه رو گردن میزنه، الله که میاد که اصلا قربونش برم همه رو از دم گردن میزنه، زئوس هم ایزدان ایران زمین رو گردن زد در جهان غرب، در جهان ابراهیمیت. به خاطر همینم هم هستش که هم میهنان رو من یه مقداری اینجا دستبندیم، به خودم این اجازه رو میدم که بر این پایه، بر پایه این چنین اندیشه دستبندی بکنم. یک دسته اونهایی هستن که میهن پرستن، ایرانگرا هستن، اون ژن هوشمندی که در درون وجود هر شخصیت و انسانی هستش متبلور شده، این گفتمان رو متوجه میشه، باورمندش میشه و در این راستا هم روی زمین ایران شهر، زیر آسمان ایران شهر ایستاده و برای راستی و درستی شمشیر میزنه، برای اینکه کشور رو از اشغال در بیاره. یک دسته از هم میهنان هستن که در واقع اونها نظری ندارن، خونسا هستن، اون قشر خاکستری هستن، هر جوری باد بیاد نمیدونم اون طرفی خم میشن و برای خودشون هم مثال هایی دارن، به مانند درخت مجنون که در برابر طوفان ها وقت اگر بخواد دووم بیاره بعد سرشو خم بکنه. این هم یک چیز هست، یک نظریه هست دیگه، حالا من قبول ندارم ولی خب حالا نظریه هست. یک دسته هم اونطوری هستن، بنابراین اونها زیاد اهمیتی ندارن و اصلا من کاری با اونها ندارم، اونها روی موج سوار هستن، این موج حالا هر جایی باشه و اصلا چیزی هم نداره. یک دسته هستن که در جهان غرب غرق شدن، در تار و بود اندیشه شون ابراهیمیت هست، این ابراهیمیت در مینویات ذهنشون وجود داره دیگه. خیلی اینها شیک و مجلسی بشن میرن مثلا از مسلمونی مسیحی میشن، جستای عجیب غریب هم میگینن تازه باسه ما، دقت فرمودید؟ اینا دیگه شیکاشون هستن ها. یا مثلا دیگه خیلی شیک بشن میرن جمهوری خواه میشن و ژاژواژه های در واقع دموکراسی رو میان قرقره میکنن، آروغ روشن فکری میزنن بدون تارفور درواسی، حالا اگه به کسی هم برمیخوره دیگه مشکلش خودش، آروغ روشن فکری میزنن و این واژگان رو برای ما توتیوار تکرار میکنن، بدون اینکه جالبه من از 3-4 تنشون که بسیار مدعی هستن در همین اتاق پرسش کردم که آقا این واژگان رو تعریف کنید، قادر به تعریفش هم نیستن. آخه ما اصلا عجیب غریب، یعنی این ذهنیت ابراهیمی، ذهنیت اسلامی یعنی چی؟ یعنی قرآن رو میخونه بهش باورمند معنیشو نمیدونه. این گرفتاری ریشش اونجاست ها، این خوب دقت کنید دوستان. به هر روی این تیپ آدم ها گرامی برای من با جمهوری اشغالگر اسلامی هیچ تفاوتی نداره، من اینها رو دشمن ایران زمین میدونم. اینها پارسی دانانی هستن که پارسی سخن میگن، در ذهن خودشون هم خیلی شیک و مجلسی هن و آروغ روشن فکر میزن، اینها دشمن ایران هم. من اصلا اینها نیومدن که بیاموزن، من برای چی انرژیمو خرج کنم؟ من انرژیمو برای اون پادشاهی خواهه و برای این میهن پرسته خرج میکنم و بهش سلاح اندیشه میدم، خشابشو پر میکنم با اندیشه ایرانگرایی که بتونه در میدان جنگ راحت مبارزه بکنه، بنبرده و هیچ ارزشی هم برای این تیپ هم میهنان واقعیت قائل نیستم اصلا، چون اینا رو دشمن خودم و دشمن سرزمینم میدونن، با اون شمشیر ساسانی که در دست چپم هست باشون مبارزه میکنم، مینبردم. اما یک نکته ای رو که اینجا خیلی جالب هست، دوباره صحبت قهوه خانه شد و به راستی این قهوه خانه های ما اون در واقع آموزشگاه های خردگرایی ایران زمین هستش، یک بحث سترگی پشتش نهفته است که حالا دوستان بهتر میتونن توضیح بدن. این قهوه خانه های ما میشه امولی، میشه جاجگویان، میشه یاوگویان، میشه حرف مفزنان، میشه
شوونیستی، میشه نمیدونم فلان، میهن پرستی رو مثلا اینو شوونیستی میگن. ولی کافه های پاریس خیلی شیکه، خیلی شیک و مجلسیه، کلاس داره. کافه های پاریس کلاس داره. اگر از توی کافه های پاریس 1001 جریان اومد بیرون، اون کلاس داره، ولی قهوه خونه های ما امولیه، شوونیستیه. داستانو داری؟ ببینی، بنابراین با چنین آدمی شما اصلا سخن نمیتونی بگی. یعنی من اصلا سخن نمیگم با این آدم ها. من تو این تو سرش رو میزنم که مثل هویج برن تو زمین عرعر بکنم. با اینا من بحثی ندارم اصلا، با این تیپ آدم ها. دقت فرمودی؟ و هر جا هم برسم بهشون میتازم و تاختم ها. این چیزی نیستش که بخواد چیز کنه. بر روی اون بحث تخمه و خوشه رو دوستان اگر ما در نگر بگیریم، ما میبایست یک همچی تانگوی زیبایی رو بتونیم قادر باشیم در آینده ایران زمین به وجود بیاریم. به خاطر همینم هم هستش که برای به دست آوردن چنین زیبایی میبایست خودمون رو مستقل کنیم، چه از نگاه مینوی، چه از نگاه سیاسی اجتماعی و زمینی. میبایست استقلال اندیشه پیدا کنیم. کسی که در با اندیشه های غرب میاد اینجا آروغ روشن فکری میزنه، این عمله استعمار خودش خبر نداره. حالا من با یه عمله استعمار چی میخوام بگم؟ من اصلا نمیخوام در کنارش قرار بگیرم اصلا. یعنی باور بفرمایید، برخی اوقات اصلا در شأن خودم حتی نمیبینم با اینا بخوام صحبت بکنم، بحث بکنم. من فقط با اینها شمشیر میزنم. قلم من که دست راستم هست مال میهن پرستانه. دقت فرمودی؟ مال این عمله های استعمار نیست. این اندیشه من هست و حالا به هر روی این چیزی که من بهش باور دارم و در این راستا هم مال دیروز امروز نیستش. حداقل 20 خورده سال تاوان دادم و قدم برداشتم و قلم زدم. سپاسگزارم که به من گوش فرا دادی. پاینده ایران جاوید شاه، گویان رها. مقدم عزیز هستی؟ آره هستم، هستم جاوید جان گرامی. خب مقدم جان، معذرت میخوام که من دخالت میکنم، کتبانم دانیالم میخوان چیزی بگن. دو دیدگاه رو شنفتیم از این سال کتبان آرش. خیلی خوشحال می شدم یه نظری، یه جوابی هم خودشون برای این سال بفرماین. و همینطور جناب آقای خسروی، خوشحال میشم. سپاس. حتما نوبت به هم برسه، حتما در خدمتتون هستم در حد سوادم. بعد از کتبان دانیال شما بفرمایید آرش. من حقیقت فقط یه اشاره کوتاه بکنم به، چون استاد عزیز دلم، نازنینم، رضا جانم، که ما با هم دیگه در بخش‌های به صورت موازی، هرگز نه متقابل، هرگز نه متقابل، به صورت موازی، ولی خب در نقد هم دیگه هم گفتگو می‌کنیم. این رو بگم که چند روز پیش دوستی آمدن داخل روم و گفتاری رو به من نسبت دادن، گفتن آقا شما در فلانجا گفته اید که این تفکرات آهرمنی یا اهریمنی، و به حضور شما عرضم که شما چرا توهین کردید و فلان این حرفا، که من گفتم والا حقیقتش دروغ با شما نیستم، من هرگز از همچی واژه‌ای استفاده نمی کنم. نمیدونم دوستان بودند اینجا میتونن شهادت بدن، من گفتم من هرگز از همچی واژه‌ای استفاده نمی کنم برای تفکرات شما عزیزانی که ان ایرانی فکر میکنید، اما کسی هم که این جمله رو گفته هرگز به نقد نمیگذارم. در حقیقت نوع نگاه من و جناب مهربانی در روش بیان گاهن دچار تفاوت هست، ولی من هرگز نمیتونم صحبتی که آقای مهربانی میکنه و گفتاری که آقای مهربانی میفرمایند رو نقد کنم. من خودم دارم از این گفتار تبعیت میکنم، خودم دارم به این تفکر عمل میکنم، خودم دارم بر پایه همین تفکر حرکت میکنم. اون شمشیر ساسانی رو
امروز جایگاهش رو در درون غلاف میدونم، همین. و الا فرق من و جناب مهربانی رو اینطور بدونید که ما در روش متفاوتیم نه در اندیشه. این خیلی مهمه هموطنان من به این مسئله واقف بشن. درود. بفرمایید جناب جدبان دادفر. به پیشگاه همه بزرگان و نیکان، من یک پیشنهادی به بابک جان میدهم و یک تلنگر به رضا جان پوزش میخوام. امیدوارم که این گفته آور در بگیرد و به یک جای خوبی برسیم. بابک جان، پیشنهاد میکنم به جای موازی از واژه تراسویی بهره ببریم. تراسویی جناب دادوان، تراسویی. بله. من با فرمایش بنمایه فرمایش بابک جان همگرا و همسو هستم و درسته. من دانیال سخر سرباز پیشفنگ کرده بارگاه پادشاهی و شاهنشاهی هیچ آدمی رو چون دارای یک گوهر نابیست به نام جان چونان هویج نمی بینم و بر اون مشت نمی کوبم، ولی اندیشش رو از هویج بدتر به سرش میارم. اندیشه اون کسی که آنچنان می اندیشد رو به چالش می کشم، اگر بتوانم به زیر می کشم، اگر بتوانم نیستش می کنم. ولی اون دارنده اندیشه رو نه هویج می بینم نه با مشت بر اون میزنم که در زمین فرو رود. ما شهمنشیم و شهمنشان به جان آدم ها ارج گذارن. در پاسخ به آرش جان گرامی، دانسته های من تا اونجا میتواند یاریگر باشد که آرش جان، ما برای این چیزی که شما میخواهید و بسیار بسیار زیباست و شاهنگیست و شهمنشیست، بایستی همه اونهایی که با ما ناهمسو هستن، نه تراسو، موازی نه، ناهمسو. ببین من پایه کار رو بردم یه جای دیگه، چون تراسویان به ما نزدیکترن تا ناهمسویان، اونا یک سوی دیگری دارن. باورم بر این است که بیاییم به پایین ترین و کمینه ترین یا حداقل ترین چیزهایی که در بنیان اندیشگانی اونها میخلد و وجود دارد بهره ببریم تا بتوانیم اون همگرایی رو پدید بیاوریم. من باز نمونه میآورم، برای نمونه نمیگم این هست یکی هست این یکی هست یا نیست، نمونه است، یک مثاله. میهن پرستی یک کمترین و کمینه و حداقلی است که بسیاری با اون همسو میتوانند بشوند و همگرا. خب ولی همین میهن پرستی برای اونهایی که به جهان خاور دلبستگی و وابستگی پیدا کردن و جهان وطنی هستن شاید کمینه نباشد، شاید بیشینه باشد برای اونها. از این روی بهترین راهکار این است که اونهایی که هنوز دل در گرو میهن دارن و به سهانه ها و مفاهیمی چون میهن پرستی، چون آرامش همگانی، چون زندگی آشتی جویانه باورمند هستند رو در این گفتاورد همراه خودمون کنیم تا در سایه گفتاوردمون به یک همگرایی و همکاری برسیم. مانند دو سوی یک داد و ستد و پیمان، شما می آیید با من یک پیمانی رو می بندید که دو فرنود، دو هدف جدا، دو انگیزه جداگانه داریم ولی هدفمون یکیست. چیه؟ شما می خواهید خودروت رو بفروشی، من می خواهم خودرو رو بخرم. انگیزه من و شما درست روبروی هم هستند، همدیگر رو بر نمیتابند. همه کسانی که فروشنده هستند
در یک سو هستند، خریداران در سوی روبروی اونها هستند. ما می توانیم با خریدار که انگیزش با ما همسو نیست، یکی می خواهد بخرد یکی می خواهد بفروشد، رو به یک آماج و هدف بالاتری برسانیم که اون داد و ستد است. امیدوارم که پاسخی در خورد داده باشه. جناب پیدش ماستر 6 ساعت داره تموم میشه، اتاق جدیدم هست، گمان میکنم گفتمان شما اونجا خیلی جالبتر باشه. آره. این اتاق دست نره. اما قبل از که برم، چون من در اون تو اتاق نخواهم بود و این اتاق سیف خواهد شد، یک نکته پایانی رم بگم و برم بشینم پشت میز کارم. خدمت شما عرض شود که دوستان گرامیان، من خودم میدونم که در اقلیت هستم، اندیشه من در اقلیت هستش، هیچ اشکالی هم نداره، پذیراش هستم. من چنین اشخاصی رو در واقع دیو و دد میدونم، دیوان و دروجان میدونم، دقت فرمودید. و این بحث دیو و دد و دروج در فرهنگ ما اتفاقا جایگاه بسیار بسیار مهمی رو داره. خواستم فقط این رو بهش اشاره بکنم. برای همتون آرزوی پیروزی و بهروزی. تا دیدار بعد، پاینده ایران، جاوید شاه. بدونید.